سلام، خیلی خوشحالم که اینجا و میتونم به بقیه یه راهنمایی کوچیکی کنم که مثلا چی جوری به آرزوهاشون برسن، خواستهاشون برسن. من خودم خیلی اذیت شدم واقعیتشو بخواین توی این مسیر و هیچ کسی نداشتم که بهم کمک کنه. یعنی بودن کسایی که بهم کمک کنن، منتها هیچ کسی نداشتم که کامل استپ بای استپ، قدم به قدم در واقع من توضیح بدن و بهم یاد بدن چیکار کنم. من از طریق تحصیلی مهاجرت کردم. من ارشد دوم اومدم. اولین سوالی که همه میپرسن اینه که چرا ارشد دوم، چرا دکترا نه؟ به من یه دفعه پیشنهاد داد که ارشد دوم بخونم. چرا؟ چون خب یه دلیل خیلی واضحش اینه که ارشد 2 ساله نهایت بعد میتونی وارد بازار کار بشی، ولی دکترا ممکنه تا 7 سال هم بکشه و خیلی دکترا سخت داره. درسته کسی که با دکترا میان خیلی فاند بیشتری میگیرن و مثلا شانس گرفتن گرین کارتشون از طرف NIW خیلی بیشتره، ولی خب من ترجیح میدادم که زود درسم تمام بشه که بعد بتونم وارد بازار کار بشم. برای مهاجرت اولین کاری که یه نفر باید انجام بده اینه که یک نمره تافل و یک نمره آیلتس یا تاپل یا آیلتس خیلی بالایی بگیره. خیلی رقابت زیاده، خیلی رقابت زیاده و اکثر دانشگاه‌های متوسط ترجیح میدن تاپل 80 به بالا باشه، ولی من به همه میگم بهتره که تاپل 95 به بالا بگیری. خب ببین، هر چی مثلا تافل یا آیلتس نمره بالاتری داشته باشه، بدون که 1 قدم یا 2 قدم حتی جلوتر از بقیه هستی. موقعی که من میومدم GRE به خاطر کووید GRE حذف شده بود از خیلی از دانشگاه ها، ولی الان دوباره خیلی از دانشگاه ها دوباره گذاشتن، چون مخصوصا کسایی که آمریکا یا کانادا میخوان بیان GRE مهمه واسه شون، واسه اگر آمریکایی ها و حتی کانادایی ها. و به نظرم یعنی یکی از اولین قدم ها آوردن نمره بالای زبانه، هم تافل یا آیلز و هم GRE. حالا بعضی از رشته ها مثل وکالت و اینا جیمت هم میخوان، یا بیزینس همین رشته بوده من هم مثلا جیمت هم میخواست. منتها خب میگم چون من تو دوران کووید اپلای کرده بودم، GMAT، GRE اینا هیچ کدوم نمیخواست، فقط تافل میخواست. یکی از دومین مرحله ای که یه نفر میخواد از طریق تحصیلی وارد آمریکا بشه یا وارد هر کشوری کلن بشه اینه که واسه خودش یه شیت درست کنه، یه در واقع جدول درست کنه. مثلا با خودش بگه که من میخوام فلان رشته باشم. خب این باید برداره این رشته ها رو تقسیم بندی کنه، بعد دانشگاه هاشو. یعنی من خودم همین کار کردم، شاید 100 تا دانشگاه پیدا کردم توی بیشتر، مثلا 200 تا دانشگاه پیدا کردم توی کانادا و آمریکا، همه رو لیست کردم، استاد مخصوص اون بخشی که من میخواستم رو پیدا کردم، اسم اونم نوشتم، ایمیلش هم جلوش نوشتم و دونه دونه من شروع کردم به همه اونا پیام دادن، یعنی ایمیل زدن. ببین ممکنه به 100 نفر تو ایمیل بزنی 10 نفرشون جواب بده. پروسه اپلای دانشگاهی اینجوریه و نباید به قول معروف امیدتو از دست بدی. هرچی بیشتر پیگیر باشی و دنبال کارات بری، برگ برنده بیشتر دستته. من اینو اینجا متوجه شدم. پروسه مهاجرت من چون به کووید خورد تقریبا حدود 2-3 سال طول کشید. اولش که هیچ جا جوابم نمیدادن، میگفتن ما خیلی علکی مثلا جواب نمیدادن. بعدش هم که کووید خیلی شدید شد که دیگه کلن جواب ندادن. حتی من چند تا دانشگاه قبول شدم، منتها وقتی کووید خیلی اوج گرفت دانشگاه گفتن ما نمیتونیم فعلا دانشجوی خارجی
قبول کنیم. به خاطر همین برای من حدودا 3 سال طول کشید، ولی خب چون یه چیزیه که خیلی از صمیم قلب میخواستم، خیلی من پاش وایستادم. یعنی من هر روز با وجود اینکه من میدونستم کووید هست و اینا از توی خونه کار میکنن، هر روز من ایمیل میزدم، شاید مثلا 10 تا ایمیل میزدم. بعد سعی میکنم خیلی پیگیر باشم، این خیلی مهمه، سعی میکنم خودم رو نشون بدم، پیگیر باشم، ببینن که من جدیم. آمریکایی ها این واسه شون مهمه که طرف رو ببینن که مثلا طرف واقعا جدیه. من در واقع اینجوری بگم، شهریور 96 من از ارشد اولم دفاع کردم. ببخشید من شهریور 98 ببخشید خیلی معذرت میخوام شهریور 98 از ارشد اولم دفاع کردم و آبان 98 شروع کردم به اپلای کردن. در واقع موقعی که من شروع کردم به اپلای کردم اصلا گپ تحصیلی نداشتم، ولی خب چون 3 سال من درگیر این کرونا شدیم و هی عقب افتاد، شاید گپ تحصیلی حساب بشه، که البته هیچ کسی گپ تحصیلی حساب نکرد چون تقصیر من نبود، یعنی به خواست خود من نبود، مجبوری بود. من برای ویزا بازم میگم، من وقتی که بالاخره دانشگاه تنسی من پذیرش گرفتم، برای ویزا همه جا بسته بود، فقط یک کشور افغانستان باز بود و یک کشور پاکستان باز بود و من با دل و جرأتی که داشتم رفتم پاکستان، اسلام آباد، و خیلی خیلی هم خوش گذشت. یعنی آدم اولش میترسه، اسم پاکستان میاد ترسناکه، وای تازه من 14 روزم موندم و شاید 15 روز موندم، خیلی هم بهم خوش گذشت، دوستای خوبی هم پیدا کردم اونجا. جاهای دیگه به خاطر کرونا بسته بود. به محض اینکه من رفتم پاکستان، دبی و ارمنستان هم دوباره شروع کردن در واقع قبول کردن اینکه بیان برای مصاحبه. توی مصاحبه معمولا سوالای جنرال میپرسن. اولین سوالی هم که ازت میپرسن، چرا داری میری آمریکا؟ چرا این رشته رو تو آمریکا انتخاب کردی؟ در هر صورت یه چیز شبیه این میپرسن ازت، و دقیقاً هم از من همینو پرسیدن. چرا داری میری آمریکا؟ چرا این رشته رو میخوای بری توی آمریکا بخونی؟ و خب من از علاقه هم گفتم. دومین چیزی که اینا خیلی براشون مهمه اینه که آقا تو ثابت کنی میخوای بعد از اینکه درست هم شد برگردی به کشور خودت. خیلی مهمه براشون، کافیه بفهمن که تو قصدت اینه که بمونی تو آمریکا. خیلی بهشون برمیخوره، خیلی غیرتی میشه و ممکنه خیلی راحت ریجکتت کنن همونجا. ولی واقعیتش از من سوالات اینجوری نپرسید، فقط از من پرسید چرا این رشته رو توی آمریکا انتخاب کردی، یا مثلا کشور آمریکا رو بیشتر انتخاب کردی. بعد از اینکه من دلیلمو گفتم، چون من رشتم خیلی سیف بود، من اول با رشته زبان ادبیات انگلیسی اومده بودم آمریکا، بعد اینجا تغییر رشته دادم به بیزینس. هیچ سوال دیگه در واقع نبود از من بپرسه، یهو شروع کردن از پدرم سوال پرسیدن، اطلاعات می‌خواد. یعنی اصلا هیچی دیگه این نداشت بپرسه در واقع، چون خیلی رشته سیف، چون همه چیز من خیلی سیف بود و هیچ چیز چالنجینگی نداشت که بخواد مثلا به چالش بیفته و اینا. و یه چیز دیگه هم که پرسید این بودش که آیا تا حالا توی شرکت های نفتی و گازی و اینچون چیزا کار کردی یا نه. اینو بلا استثنا از همه میپرسه، از همه میپرسه. و حتی اگرم بهترین کاریه که واقعا توی این مصاحبه راستشو بگید، اصلا دروغ نگید، چون خیلی سریع میفهمن. ولی خب همه معمولا سریع به صورت خودکار سریع میگن نه به این سوال. ولی کلن خیلی مهمه که توی موقع مصاحبه استرس نداشته باشی، به محض اینکه ببینن استرس داری سوالات عجیب غریب تری میپرسن. برای مهاجرت تحصیلی ببینید، نمره خیلی مهمه، نمره معدل. ولی اون چیزی که مهمه براشون رزومته،
خب رزومه قوی باید داشته باشی توی آمریکا، فرقی نداره چه رشته‌ای میخوای باشی، هرچی رزومت قوی تر باشه کمتر به چیزای دیگه نگاه میکنه. مثلا هرچی رزومه خیلی خوبی داشته باشی، آقا من فلان مقاله رو نوشتم، یا نه مثلا من توی دانشگاه توی این انجمن فعال بودم، دانشگاه آمریکا، آمریکایی‌ها خوششون میاد از اینجور چیزا و به نظر، یعنی من خودم به من گفت، خودشون یکی از استادا به من گفت، گفت من خوشم اومده که تو این همه فعال بودی تو دانشگاه، تو دوره لیسانس و هر شد اولت. و این به نظر من اینکه رزومه خیلی خوبی داشته باشی از هر چیزی مهمتره، یعنی واقعا دارم میگم از هر چیزی مهمتره که رزومه قوی داشته باشی. و اینکه دروغ نگی، اینا سری میفهمن که تو دروغ گفتی، پس خیلی مهم، بهترین کار اینه که رو راست باشی و تو اوج مثلا اینکه داری خودتو بالا نشون میدی دروغ نگی، مثلا واقعا حرف راست بزنی. چون یهو مثلا میگن که خب حالا مثلا فلانی این برنامه نویسی و بلده، بیا واسه ما این کار انجام بده. واسه من پیش اومده همچین چیزی که تو رزومم نوشته بودم من اینا رو بلدم و همون شاید هفته اول بهم گفتن خب بیا این انجام بده واسه همون. و خب چون بلد بودم واقعا خیلی راحت انجام دادم و سریع هم قبول شدم و اون چیزی که میخواستم رو بهم دادم. برای فاند گرفتن، ببین یه چیزی که من خودم سلف فاند اومدم اینجا، یعنی اولش فاند نداشتم و خیلی میترسیدم، لازم کلا داشتم پشیمون میشدم که برم آمریکا، ولی همه به من میگفتن اصلا این کار نکن، چیزی که تو آمریکا زیاده پوله و تو هیچ وقت بدون پول نمیمونی، چیزی که تو آمریکا خیلی زیاده واقعا کار و پوله. یعنی من به محض اینکه پام رسید دانشگاه حضوری رفتم چند تا دپارتمان مختلف، درخواست فاند کردم، هیچ کی به من نه نگفت، همه گفتن آره میخواییمت. و منم خب اون موقع دیگه مثلا به قول معروف چند تا آفر داشتم، با خودم بهشون گفتم من اینجا هم آفر دارم، شما من فاند بیشتری میدین. در شرایطی که همچین چیزی نبودش، اینا یه مبلغی رو دارن برای ارشد، یه مبلغی رو دارن برای دکترها، حتی برای لیسانس ها هم یه مبلغ خاصی دارن. ببین دکترا فول فاند کامله، کامل، یعنی و فاند خیلی خوبی هم میگیرن و با توجه به اون ایالتی که هستی فاندت با توجه به اونه. مثلا کسی که بوستونه ممکنه تا 3000 تا هم ماهی فاند بگیره. چرا؟ چون هزینه زندگی تو بوستون خیلی زیاده، شهریه‌ای که باید بده خیلی زیاده و مثلا اجاره‌ای که باید بده خیلی سنگینه، به خاطر همین فاند خوبی مثلا همچین فاندی میدن توی بوستون. ولی توی ایالت‌های جنوبی مثلا من تنسی هم ممکنه فاندی که به تو بدن ممکنه 1500 تا باشه نهایت. چرا؟ چون با 900 دلارم یا 1000 دلارم در ماه تو هزینه زندگیت میچرخه. هزینه زندگی که میگم منظورم اجاره و خورد و خوراک و رفت آمده و بقیه‌اش هم میتونی بدی به شهریت یا حتی مثلا بخش هم حتی میتونی سیف بکنی. ولی کلن فاند گرفتن با استادت کار بکن، استادی که قبولت میکنه تا رو بیاره آمریکا و مثلا باهات کار بکنه، اون میتونه خیلی بهت کمک کنه. اگر استادت نتونه، از انقدر دپارتمان های مختلف داخل دانشگاه هست که دانشجو میخواد، در واقع graduate assistant میخواد یا student assistant میخواد، که اصلا ناامید نمیشی، واقعا دارم میگم که ناامید نمیشی. پذیرش از دانشگاه ها به خانه معروف، اول از همه باید دل استادت رو به دست بیاری، استاد پشتت باشه، مخصوصا یه استاد خیلی خوب پشتت باشه. دانشگاه زیاد اصلا ممکنه دانشگاه نه نیاره، ولی یکی از ولی خب یکی از اصلی ترین کارهایی که دانشگاه باید به تو پذیرش بده تافل و آیلسه و نمره خوب آوردن، یعنی خود دانشگاه، graduate school دانشگاه، نمره تافل آیلتس مهمه. اگه فاند نداشته باشی proof of funding میخوان، یعنی تو باید یه چیزی نشون بدی که آقا مثلا من اینقدر پول دارم توی حسابم که بتونم با هزینه شخصی بیام. ممکنه هیچ‌وقت استفاده نکنی از اون، ولی خب دانشگاه فقط با من سند میخواد.
ولی مهمترین کار اینه که دل استاد رو به دست بیاری. استاد پشت وای میسته توی دپارتمان، میگه من این دانشجو رو میخوام، و وقتی دپارتمان تو رو بخواد، استاد تو رو بخواد، دانشگاه هم مطمئن باش تو رو قبول میکنه. بله برای مهاجرت تحصیلی، یعنی تا حالا من هر چه دانشگاه اپلای کردم، تافل یا آیلتس حتما نیازه، همونطور که گفتم. برای خب گریجویت سکول 90% رشته ها جی آر ای هم میخوان، یه سری از رشته ها به جی مت و اینا نیاز داره. برای معدل دانشگاه به دانشگاه خیلی متفاوته. مثلا دانشگاهی که من قبول شدم معدل 3.5 به بالا میخواست، نه 3.2 3.3 به بالا میخواست، آره اینجوری بگم. ولی معدل مهمه براشون، منتها هر دانشگاه معدل خودشو داره. هزینه مهاجرت والا اینقدر زیاد بود که الان حضور ذهن ندارم، ولی میتونم بگم که دانشگاه های آمریکا و کانادا شما به چیز احتیاج داری؟ اپلیکیشن فی نیاز داری، و این اپلیکیشن فی بین دانشگاه تا دانشگاه متفاوته. مثلا من یه دانشگاه بوده که $30 دادم، یه دانشگاه بوده که $120 هم دادم، ولی چون معدل لیسانس و معدل ارشد اول من بالا بود و نمره تافل خوبی هم داشتم، اکثر دانشگاه ها به من این لطف رو کردن که در واقع اپلیکیشن فی رو بردارن، من ندم پول اپلیکیشن فی رو. ولی خب خیلی از دانشگاه هم قبول نمی کردن، و واسه اینکه من حتما بخوام با اون دانشگاه اپلای بکنم، 100% باید اون اپلیکیشن فی رو میدادم. اون از اون، بعد از اینکه خب پذیرش گرفتم، ما $320 بود یا $350 باید بابت سرویس میدادیم. در واقع کارهای اداری دیگه، شروع میشه کارهای اداری. بعد از اون یه هزینه هم من $70 دادم که ما یه برگه I-20 میگیریم، I-20 میگیریم که از آمریکا باید به دست ما برسه. حالا چون توی دوران کووید بود، بازم میگم من آنلاینش هم به هم میدادن، یعنی با آنلاینش هم کارم جلو میرفت، ولی خب دانشگاه من خیلی اصرار داشت که حتما من اون هزینه رو پرداخت کنم تا اصلش به دستم برسه. بعد $60 هزینه سفارت شد، MRV فی سفارت شد، و اینکه خب من پاکستان رفتم، من بلیط رفت و برگشتم به پاکستان نزدیک 23 میلیون شد، خیلی گرون بود پاکستان، و خب هزینه هتل و نمیدونم رفت آمد و اینجور چیزا هم بود. ولی خب یه ذره، خب کسی که مهاجرت میکنه باید انتظار هزینه هم داشته باشن. اصلا فکر مهاجرت که به ذهنت میاد مساوی با هزینه است. ولی اینو قبلا به منم یه نفر دیگه گفته بود که، و واقعا به چشم خودم دیدم، هر چقدر تو هزینه میکنی مطمئن باش جبران میشه توی آمریکا، یعنی تو میتونی اون هزینه ها رو بعدا واسه خودت جبران بکنی، و من اینو دیدم. ایالت تنسی رو من از چند تا دانشگاه متفاوت پذیرش داشتم. من از بوستون پذیرش داشتم، از واشنگتن استیت پذیرش داشتم، از آلاباما داشتم، از چند تا دانشگاه دیگه، از کالیفرنیا داشتم. متاسفانه هیچ کدوم بهم فاند ندادن، و چون رشته های علوم انسانی خیلی سخت فاند پیدا میکنن، رشته های علوم انسانی هنر خیلی سخت فاند پیدا میکنن. منم چون اول رشتم علوم انسانی بود، بعد رشتم عوض کردم به بیزینس، خیلی سخت بود. یکی از دلایلی که من تنسی رو انتخاب کردم این بودش که از لحاظ هزینه های شخصی زندگی اینجا خیلی بهتره. مثلا ما استیت تکس نداریم، نمیدونم یه سری از تکس مثلا چیزو نداریم، و تو میتونی با $900 یا دیگه ماکسیموم $1,000 اینجا راحت زندگی بکنی، و زندگی بکنی منظورم اینه که اجارتو بدی، رفت آمدتو داشته باشی، نمیدونم
خورد و خوراک داداشتا، همه اینا زیر 1000 تا میشه و یکی از اصلی ترین دلایلی بود که من تنسی رو انتخاب کردم. یکی از دلایل دومش این بودش که من اطراف، من توی خود تنسی فامیل دارم، اقوامم از دوستام و آشنایان اقوامم هستن اینجا و توی ایالت جورجیا که در پایین تنسی میشم باز فامیل، یعنی یه جای اومدم وسط که به همه کسایی از اقوامم که آمریکا هستن نزدیک باشم. فرودگاه وقتی که اومدم، ببینید توی فرودگاه خودش یه چالنجه، یه بار دیگه تو اینترویو میشی توی فرودگاه، البته با من کاری نداشته، این خیلی شانسیه، بعضی ها رو دوباره از اول حتی بدتر از سفارت دوباره مصاحبه میکنن، بعضی ها هم نه، مثل من کارم خیلی راحت ویژه اومدم بیرون، ولی یکی از دوستای من بنده خودش هر یه رو دوباره داشت ازش مصاحبه میشد، اینترویو میشد دوباره. من یکی از فامیلامون اینجا زندگی میکنه، ایشون اومدن دنبال من، ولی خب یه واقعیتی هست، تو که پات باز میشه آمریکا همه چی با خودته، همه یه کارها با خودته. حالا من شانس داشتم که موقعی که اومدم اینجا ما یکی از فامیلامون اومد دنبالم، منو دو شب برد خونه خودش، ولی به محض اینکه منو رسون تو خونه خودم و در واقع حالا من موقع کریسمس اومده بودم، در واقع دانشگاه تعطیل بود، بعد دیگه رفت چون توی شهر دیگه زندگی میکرد، دیگه رفت و حتی همه کار اینجا به عهده خودم، بودو بودو خودت باید بری بانک باز کنی، اصلا مهمترین کار اینه که بانک سری بانک باز کنی چون پولات دستت نباید باشه، پولایی که حالا از ایران آوردی یا حالا هرچی هست سری بانک باز کنی. بعد من ماشین نداشتم، هنوزم که هنوزم، الان چند وقت الان تقریبا 6 ماه داره میشه که من اینجام، هنوزم ماشین ندارم، همه کارامو خودم میکنم. ببین دیگه اینجا کسی نیست بخواد دستتو بگیره، تو ایرانم حتی اگه جدا از خانواده زندگی میکردی باز خیالت راحت بودی یه چیزی بشه یه نفر میاد دستتو میگیره کمک میکنه، ولی اینجا هیچکی نیست و همین خیلی خوبه به نظر من، همین این که هیچکی نیست. ببین من خودم خیلی احساساتی شدم اولش، طبیعیه، ولی خیلی خوبه که همه کارا رو من خودم کاملا خودم انجام دادم. یعنی مثلا با اینکه من فامیل زیاد دارم، حالا فامیل درجه یک نیستم ولی خیلی باز فامیل زیاد دارم، ولی به هیچ کدوم رو نیاوردم که بهم کمک کنن و این خیلی مهمه که از همون اول سری برنامه‌ریزی رو داشته باشی خودت. با فاندی که من گرفتم، من فاند کمی گرفتم، در واقع فاند کامل نگرفتم، من فاند پارشال فاند گرفتم، فاند نصفه گرفتم، ولی با این حال باز تونستم هزینه هامو در واقع اوکی کنم، حتی انقدر خوب، حتی تونستم یارم پول سیو کنم که بتونم یه گربه کوچولو هم بگیرم واسه خودم. برای خونه اجاره کردن، کلا برای هر کاری این بهتره که قبل از اینکه تو میای آمریکا با چند نفر دوست بشی، یه چند تا دوست پیدا کنی، کانال های تلگرامی زیاده، نمیدونم توی اینستاگرام باشن دیگه، الان اینترنت انقدر همه چیز خوبه، تو اینترنت تو راحت میتونی به همه چی دسترسی پیدا کنی. من چند تا دوست خوب پیدا کردم قبل از اینکه بیام آمریکا و اونا به هم چند تا پیشنهاد دادن. از اونجایی که من فعلا قصد خرید ماشین رو ندارم و چون هزینه ماشین زیاده و یه جایی رو میخواستم که نزدیک دانشگاه باشه، یکی از آپارتمانهایی که شبیه خوابگاهه ولی خوابگاه نیست، در مثلا کلن 3 دقیقه شاید هم 5 دقیقه دیگه نهایت با دانشگاه فاصله داشته باشه رو اجاره کردم و خب منی که اینجا توی تنسی دارم زندگی میکنم، اجاره هام خیلی بهتر از کسی که توی بوستون یا مثلا شهرهای بزرگتر داره زندگی میکنم. ببینید دانشجوهای اینترنشنال فقط و فقط داخل خود کمپس میتونن کار بکنن، هفته 20 ساعت میتونن کار بکنن، تابستون که بشه یه چیزی از مثل CPT، اگه دانشگاهت موافقت کنه تو میتونی به عنوان اینترنشیپ بری توی شرکتی یا توی حالا هر چیزی که مربوط به رشتت میشه کار بکنی و اون موقع اجازه داری فول تایم که هفته 40 ساعته کار بکنی، ولی خب مراحل داره دیگه، مراحل قانونی داره.
کسی که از سلسله تحصیلی میاد میتونه خانوادش رو بیاره، بله. کسی که از سلسله تحصیلی میاد خودش که محصل باشه ویزای F1 میگیره، همراهاش ویزای F2 میگیرن. ولی ببینید، من راجع به این موضوع خیلی اطلاعات ندارم، ولی تا جایی که شنیدم راجع به این موضوع میدونم که F2 اجازه ندارن کار بکنن. من یکی مدت بگذره بعدن که اونم مراحل قانونی به خصوص خودشو داره، من زیاد مطمئن نیستم. ببینید، آمریکا کشور فرصت هاست، واقعا دارم میگم. یعنی تو یه عالمه فرصت اینجا داری و کافیه یکیشو بگیری، ده ها در دیگه به روت باز میشه. یعنی تو آمریکا هیچ پات که آمریکا باز شه بنام، یعنی من اینجوری تا الان دیدم، پات به همه چی باز شده، تو میتونی همه کار بکنی، دستت خیلی بازه، فقط باید زرنگ باشی، باید فکر درست کار بکنه. مثلا من از قصد تنسیو انتخاب کردم، با اینکه یه ایالت‌های دیگه من قبول شده بودم و میدونستم مثلا اگه بوستون برم، میدونستم همینجور که الان دارم تو دپارتمان‌های دیگه کار میکنم، دقیقا تو بوستون هم میتونستم همچین کاری پیدا کنم. ولی من اومدم تنسی که بتونم یه ذره سیوینگ خوبی داشته باشم واسه خودم، وقتی درسم تموم شد وارد شهر بزرگتر بشم. توی آمریکا تحصیلات مهمه، ولی زرنگ بودن یه جور دیگه مهمه. و اگه بتونی خودتو نشون بدی، نه فقط به استادا و دانشگاه، بلکه به اطرافیانت، انقدر اپورتونیتی ها و موقعیت های بهتری واسه تو پیش میاد که خیلی راحت میتونی بهشون، به تک تکشون دست پیدا کنی و در آخر گرین کارت بگیری. کسایی که از طریق دکتر میان، خب گرین کارتشون رو معمولا از طریق NIW میگیرن. کسایی که مثلا از طریق ارشد اومدن، میتونن تو اون شرکتی که بعدا کار میکنن از اون شرکت درخواست کنن که واسه اینا گرین کارت بگیره. در حسن اینو میخوام بگم که تو آمریکا همیشه همه چی ممکنه. 100%. ببین، شما حتی الانم مثلا توی دانشگاه، من توی دانشگاه تنسی هستم، یه ترم اینجا خوندم، خوشم نمیاد، میتونم از یه دانشگاه دیگه دوباره پذیرش بگیرم، خیلی راحت ترانسفر کنم. اینجا زندگی کردن خیلی راحته و شما خیلی انتخابات بزرگی داری. بله، وقتی که درس هم تموم بشه من خودم تصمیم دارم که به یه ایالت بزرگتر مهاجرت کنم. ببینید، یه چیزی که خیلی خیلی مهمه، اصلا وقتی این آدم به مهاجرت فکر میکنه، خستگی همه جونش رو میگیره. دوری از خانواده، دوستان، آرامش، راحت دیگه، آقا خونه مادر یا پدر نیستی که غذا آماده باشه، نمیدونم لباس ها تو یه نفر دیگه مرتب کنه بشوره، تو بری بیرون یا بری درس بخونی، بری سر کار بیای خونه، مثلا همه چی آماده باشه. ببین، اینجور چیزا نیست تو آمریکا، یا نه کلا نه آمریکا، وقتی مهاجرت میکنی تنهایی خیلی هست. و اصلا خود پروسه مهاجرت، این که ممکنه شما 100 تا ایمیل میزنی 90 تاش جواب ندن یا جواب منفی بدن، خب به هیچ عنوان نباید کم بیاری. نه، چه وقتی که هنوز ایرانی رو داری اپلای میکنی، چه وقتی که اومدی اینجا. من بارها خودم یهو میذارم سر خودم که آقا چی شد من اصلا تصمیم گرفتم بیام اینجا، چرا، مگه چی کم داشتم تو ایران؟ ولی خب تو در هر صورت، هر کی به خاطر یه دلیل به خصوصی به فکر مهاجرت افتاده دیگه، تو باید به اون دلیل پایبند باشی، باید وفادار باشی و اصلا کم نیاری. خیلی ممکنه در بسته بخوره بهت و اگه 1% کم بیاری و اذیت بشی، وابدی به قول معروف، دیگه همه چی از دست دادی. من 3 سال، واقعا میگم 2.5 سال، من خیلی جواب منفی شنیدم.
این آخر واقعا کووید که یه ذره کلانتر شد، یه هم همه جوابای مثبتی که میخواستم میگردم. حتی من هنوزم که الان که تازه آمریکا هنوزم که هنوز دارم از دانشگاه هایی که باز پذیرش میگیرم، دانشگاه هایی که مثلا 2 سال پیش اپلای کرده بودم. من تو انگلیس، استرالیا، کانادا، آمریکا، همه جا اپلای کردم، دارم از همه جایی که قبلا اپلای کردم من تازه دارم الان جواب میگیرم. نباید کم بیاری، نباید کوتاه بیای از چیزی که میخوای. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که اصلا کوتاه نیای از خواستت، چه وقتی که ایرانی، چه وقتی که پات رسیده آمریکا یا هر کشور دیگه ای و میخوای یعنی کارتو شروع کردی. من اگه به عقب برگردیم، آره بازم مهاجرت میکنم. خیلی دلتنگ خانوادم، اصلا نمیتونم بیان کنم که چقدر، حتی به وقتی که بهش فکر میکنم احساساتی میشم، اشکم در میاد. ولی این مهاجرت باعث شد من به قدری چند سال بزرگ بشم. تو همین 5-6 ماهی که من اینجام، خیلی چیزا رو یاد گرفتم، خیلی چیزا رو دارم به بقیه هم یاد میدم. یعنی انقدر من یه رشد کردم و به خاطر همین من راضیم از این مهاجرتی که کردم. و بماند که کلی تجربه های خوب پیدا کردم، دوستای خوب پیدا کردم. و اینم بگم، مهاجرم گل و بلبل نیست. فکر نکن تو از ایران خارج شدی همه چی خوبه، نه، ممکنه 2 برابر 3 برابر بدترم بشه. ولی خودتی و اینکه چون خودتی و داری همه چی رو از صفر رو واسه خودت میسازی، یه لذتی داره، یه قشنگی، یعنی واسه من که داشت، برای من داشت و من خیلی خوشحالم. و اگر فقط دل تنگی نبود به هیچ عنوان هیچ پشیمونی نداشتم. الان هم مثلا پشیمون میشم بیشتر به خاطر دل تنگی خانواده است. ببینید، ایالت ها تنهسی، همه جای دنیا آدم های دیوونه هستن، آدم های مریض هستن. و شما هیچ وقت نباید حس کنی که این ایالت، این شهر، این منطقه امنه، اوکیه، خوبه، با خیال راحت میتونی بری بیرون. نه، اینجوری نیست، مخصوصا توی آمریکا که اصلا اینجوری نیست. تو همیشه باید آماده باشی، از همه لحاظ آماده باشی. من خودم ماشین ندارم، حمل و نقل عمومی، پابلیک ترانسپورتیشن هم اینجا درست حسابی نداره. واقعا من هر جا بخوام برم یا اوبر میگیرم یا با پای پیاده یا دیگه دوچرخه. ولی همیشه آماده دفاع از خودم هم. و به نظر من فرق نداره کجای دنیا باشی یا تو کدوم محله باشی، تو همیشه باید آماده باشی از همه لحاظ، چون آدم های مریض و مقلوم حرفتی بوده همه جا هستن. پس هیچ وقت به این فکر نکنید که همین اینجا امنه، اینجا خوبه. ایالت تنسی خیلی ایالت قشنگیه، پر کوه و دشت و سرسبزی و هوای رطوبی. و منم که شهرم چندگاه، رودخونه معروف تنسی ازش رد میشه دیگه، رطوبتش هم خیلی زیاده. من در کل ایالت خوبیه، راضیم. برای شروع ایالت خیلی خوبیه. نمیدونم، آدم از صفر بخواد یاد بگیره، خیلی آدم از ایالت های کوچولو اونم خیلی چیز میتونه یاد بگیره، کلا جاهای کوچیک خیلی چیز میتونه یاد بگیره. به خاطر اینکه اون منطقه کوچیکه، اونجا کوچیکه و تو قابلیتی نداری که زرنگی خودتو، هوش خودتو، ذکاوت خودتو نشون بدی، ایده های جدید بیاری. این فرق نداره توی شهری باشی که داری زندگی میکنی، توی محل کار، توی تحصیلت، هر چیزی. و اینجوری جای رشد خوبی هم داری، زود رشد میکنی. و من اینو دوست داشتم، دوست دارم راجع به تنسی فهم، چون میدونم وارد ایالت های بزرگتری مثل نیویورک و واشنگتن و نمیدونم ماساچوست و کالیفرنیا و اونجور جاها بشم، با گرگای خیلی بزرگی روبرو میشم. و الان من خودم اینجا دارم من خودم اینجوری نگاه میکنم، یعنی به این من دارم الان خودم رو میسازم که بعدا واسه آینده بدونم چجوری با بقیه رفتار کنم.
خواهش میکنم، امیدوارم من تونسته باشم کمک کنم به بقیه، چون میدونم پروسه سختیه و واقعا نباید کم بیاریم، یعنی اصلا نباید اصلا اجازه بدی به خود خسته بشی. ببین خسته شدی دو روز استراحت کن، دوباره پاشو ادامه بده، این خیلی مهمه. و نه فقط برای مهاجرت، تو وقتی آمریکا هم باز میشه باید همین باشی، چون یه روز بشینی دو روز بشینی 10 نفر از تو جلوتر زدن. آمریکا اینجور کشوریه، به خاطر همین به هیچ شما نباید کم بیاری بگی اصلا نمیخوام. ولی امیدوارم این حرفایی که زده باشم واسه همه خوب باشه، کمک کرده باشه، و اگه بازم چیز دیگه ای باشه من خوشحال میشم کمک بکنم و راهنمایی بکنم. آرزوی موفقیت دارم برای همه. شب و روز خوبی داشته باشین.